سلام و همگی شبانگاهانتون به نیکی. خیلی خوش اومدید به این قسمت از فوکوس. امشب هم هستیم همراه شما با یه مهمون دیگه و یه گپ و گفت گرم دیگه. با ما باشید. ورزشکار و کاربلد، متولد 4 بهمن 1372 در بژنو، عضو تیم ملی جودو هستند و مقام سوم دنیا رو در باکو کسب کردند. مقام دوم و سومی آسیا رو هم تو کارنامه‌شون دارن. خوش صحبت و اهل بگو بخندن. به قول خودشون فقط جای مدال المپیک تو ویترین مدال‌هاشون خالیه که امیدواریم سریعتر بهش برسن. عاشق ایرانن و با اینکه تا حالا از کلی کشور دنیا براشون دعوتنامه اومده، گفتن زیر پرچم غیر از ایران بازی نمی‌کنن. مهمان امشب فوکوس یه جودوکار خوشقلب و درجه یک، محمد محمدی بریمانلو. اما امشب همونطور که توی بخش معرفی مهمان دیدید، میزبان محمد محمدی بریمانلو هستیم، ورزشکار کار درست همستانیمون. آقا چه خبر؟ اگه سلام علیکی از بفرمید. به نام خدا، محمد محمدی بریمانلو هستم، عضو تیم ملی جودو جمهوری اسلامی ایران. آقا راجب جودو که خب تا میتونیم، یعنی تا ما گشتیم حواشی هست و بالاخره شرایطی که متاسفانه اخیراً پیش اومده، اما راجب شما شهریور ماه 98 بود که ما خبر خداحافظی شما رو از تیم ملی شنیدیم و بعد مجدداً تو اسفند 98 متوجه شدیم که برگشتین به تیم ملی. این قضیه خداحافظی چی بود اصلا؟ خب شهریور 98 که همطور که خودتون میدونید من اعزام نشدم به مسابقات جهانی و خب تصمیم گرفتم برای همیشه از تیم ملی جدا در واقع کنارگیری کنم و ادامه ورزشم رو در یه رشته دیگه امتحان کنم. بعد از چند ماهی که حالا با سرمربی تیم ملی، با مربی‌ها و چند جلسه که من با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک داشتم، در واقع ازم خواستن که من برگردم به فدراسیون و شرایطی که من می‌خوام رو برام مهیا کنن. چه شرایطی می‌خواستید؟ از جمله این بود که ما جودو را تعلیق در میاریم و شما سهمیه المپیک داری و میتونی به المپیک بری. این یکی از اولین در واقع دغدغه من بود و قولی بود که بهم دادن، قول دادن که شما حتما اعزام میشی به المپیک، حتی در بدترین شرایط که حالا اگه هر اتفاقی قرار بیفته شرایط مسابقات جهانی برای تکرار نمیشه و ما تضمین رو بهت میدیم که اعزام بشی المپیک. این یکی از قولهایی بود که بهم دادن و قول مدال طلا رو بهم دادن. قول مدال طلا؟ بله، در واقع قول جایزه مدال طلا. آها. که من اعزام نشدم. بله، من نه، مسابقات جهانی که اعزام نشده بودم. آها، در واقع گفتن که جایزه شو. بله، جایزه مدال طلا رو بهت میدیم. هنوز که نه. هنوز ندادن. و قول حتی اگه در واقع در بدترین شرایط اگر اعزام به المپیک هم نشدم، مدال المپیک در واقع تسهیلات و جوایزش رو برای من در نظر بگیرم. چه تحصیلاتی داره مدال المپیک؟ خب بحث دانشگاه تا دکترات میتونی رایگان درس بخونی، میتونی از مدال المپیکت برای ارتقای در واقع شغلیت استفاده کنی، خیلی مزایا داره. و همین که جایزه‌ای که به ورزشکار المپیکی داده میشه به شما هم تعلق بگیره. خب من رنکینگ 5 دنیا بودم، 32 نفر مستقیم به المپیک میرن، من نفر پنجم وزنم بودم، یعنی شرایط خیلی خوبی تو جدول هم داشتم، میتونستم سرگروه باشم حتی. و خب من سال قبلم مدال بازی آسیایی گرفته بودم، مدال جهانی گرفته بودم و مدال المپیک دور از دسترس نبود. و خب هنوز که المپیک برگزار نشده و هنوز شرایطی برای فدراسیون جودو هم در واقع مهیا نشده که مثلا بدون هنوز شرایط تعلیق وجود آره داره. ما هنوز تعلیق هستیم و هیچ در واقع آینده ورزشی من هنوز نمیتونم برای خودم در نظر بگیرم. خب هنوزم درگیر تمرین جودو هستین؟ جودو که تعلیق شده؟ آره من هنوز تمرین میکنم. من شانسم رو توی رشته دیگه امتحان کردم، اسفند 98 بود که من 2 هفته بعد از همین اتفاقی که در واقع مسابقه که من کردم و برگشتم به تیم ملی تو مسابقات کشوری کورا شرکت کردم که تو هم وزنی که مسابقات جودو میدم در واقع وزن 73 کیلوگرم مدال طلا رو گرفتم. بعد خوردیم به کرونا، قرار بود که توی کورا شرکت کنم مسابقه بدم ولی خب خوردیم به کرونا و هنوز که مسابقات کوراش هم برگزار نشده. دادگاه کس هم که خب شهریور ماه همین سال در واقع گذشت و قرار بود که فدراسیون حالا یه صحبتایی بکنه و از تعلیق در بیاد، ولی خب هنوز همچنان که خبری نیست. یه مسابقه کرده بودین، گفته بودین که اگر 100 بار دیگه به اسرائیل بخورید بازی نمی‌کنید.
چرا؟ خب ببینید، ما توی در واقع ایران زندگی میکنیم و یه سری چارچوب ها مختص آرمان های کشورمون و مختص جمهوری اسلامی ایران است و وقتی من میپذیرم به عنوان یه شهروند ایرانی باید با قوانین کشورم هم سازگار باشم. من همیشه گفتم با میل خودم مسابقه ندادم، ولی گلایه‌ای که از مسئولین دارم اینه که قول‌هایی که دادن چرا عملی نشده؟ چرا وقتی مسابقه نمیدیم اونجا خیلی قول‌ها میدیم که ما جایزه مدال طلا رو میگیریم؟ من بعد از اینکه از مسابقات در واقع اعزام نشدم به مسابقات جهانی، من یه دیدار با رهبری خواستم، حتی اینو هم برام انجام ندادن. خب من به خاطر رهبرم مسابقه ندادم، من به خاطر ایران مسابقه ندادم، ولی حتی اجازه ندادم من دیدار با رهبری رو داشته باشم. خب اینا میتونه در واقع برای ورزشکار سخت باشه و یه جورایی اذیت کننده باشه. و یعنی مسابقه ندادم با حریف اسرائیلی چیزی که من 12 سال ملی پوشم و اینو پذیرفتم. من از سال 87 عضو تیم ملی ام و اینو پذیرفتم که با حریف اسرائیلی مسابقه ندم. ولی وقتی که برمیگردم از مسابقات حتی یه زنگ به ما نمیزنن، که به قول خودمون دمتون گرم، حتی یه زنگ به ما نمیزنن، اون موقع است که ورزشکار یه جورایی دلش میشکنه. یعنی ورزشکار بعد از اینکه از مسابقات برمیگرده رها میشه و این ورزشکار رو اذیت میکنه. یکی از رفیقای خیلی صمیمی شما و همتیمی شما آقای سعید مولایی، مسائلی که ما شنیدیم راجبشون این هست که پناهندگی گرفتن برای آلمان، حالا نمیدونم چقدر صحت داره. شما چرا نرفتین؟ با اینکه میدونم شرایطش براتون خیلی فراهم بود. خب من پدرم تو این رو از دست دادم و در واقع یه جوری من سرپرست مادرم و برادر کوچیکم هستم که خب ترجیح دادم کنار خانوادم باشم و اگه قرارم ورزش کنم در کنار خانوادم ورزش کنم. تایید میکنید اینکه آقای مولایی پناهندگی گرفتن برای آلمان؟ سعید بله، توی آلمان زندگی میکنن و درخواست پناهندگی هم به آلمان دادم، ولی سعید یک ماه بعد از این اتفاق کشور مغولستان در واقع بهشون پاسپورت مغولستان رو دادن و شدن عضو تیم ملی مغولستان، ولی توی آلمان دارن زندگی میکنن چون نامزدشون هم آلمانی بودن و بعد از اونم که از ایران رفتن ازدواج کردن و خب توی آلمان هم دارن زندگی میکنن. ایران از اون بازی که از اون زمانی که فکر کنم شما رو اعزام نکردن به مسابقات جهانیش اگر اشتباه نکنم جدا ایران تعلیق شد، درست؟ از اون موقع وضعیت جدا به چه سمتی رفت تو ایران؟ خب همون سال لیگ برتر برگزار نشد، حتی من بالاترین قرارداد تو ایران داشتم، قرارداد خوبی هم داشتم، میتونستم 4 هفته قرار بود مسابقه بدم، ولی خب دیگه اسپانسرها همه کنار رفتن، در واقع لیگ برتر هم یه جورایی اصلا پاشید، اون تیمهایی که قرار بودن بیان و تیم بدن همه کنار کشیدن، 3-4 تا تیم ناچیز مونده بود که خب دیگه لیگ برتر هم تموم شد، اردوهای تیم ملی تعطیل شد. یه حدود 6 ماهی بعدش هم که خوردیم به کرونا، از سال 99 هم که هیچ اردوی در واقع تو هیچ تیم ملی فکر میکنم برگزار نشدن دیگه، وضعیت جدا هم به این سمت. آره جدا هم که یه جورایی کلن. حالا چی شد از کوراش سر در آوردین؟ شبیه به هم دیگه؟ آره خب تنها رشته که من میتونستم تو استان ما خیلی واقعا بولده. آره سر مربی کوراش مربی سازنده خودم بوده و یه جورایی نزدیک به جودو، هیچ رشته فکر نمی‌کنم مثل کوراش نزدیک به جودو باشه که من میتونستم تو شرکت کنم و یه جورایی میشه گفت از ناچاریه که من کوراش شرکت کردم و یعنی من هیچ علاقه واقعا به رشته کوراش ندارم. جدا؟ بله. ولی خب و چه انگیزه میرید مسابقات؟ خب مدال طلا میگیرید؟ ترجیح میده، من هنوز اعزام نشدم به مسابقات کوراش، فقط مسابقات قهرمانی کشور رو شرکت کردم. ولی خب من توی 26 سالگی 25 سالگی از فکر کنم دنیای قهرمانی کنار گذاشته شدم. توی کنار گذاشته شدین یا اینکه خودتون؟ نه کنار گذاشته شدم. چرا؟ چون که جدا تعلیق شده. خب من میخوام جدا کار باشم ولی وقتی نمیتونم مسابقه بدم در واقع کنار گذاشته میشم، نه اینکه خودم بخوام. و خب مجبورم خودم رو توی رشته دیگه امتحان کنم. شاید من بتونم هنوز 5 سال دیگه به راحتی مدال بگیرم، ولی آره بازه سنی فکر کنم تا 30 سال 31 سال فکر کنم معمولا 30 سال که فکر کنم خیلی طبیعی باشه و خب خیلی راحت میتونستم هنوز 5 سال دیگه مدال بگیرم برای کشورم، ولی به ناچار مجبورم خودم توی رشته دیگه امتحان کنم، توی رشته غیر المپیکی که من ویترین المپیکی نیستم. بله من ویترین مدال هام فقط با مدال المپیک تکمیل میشه که من مدال بازی آسیا، مدال در واقع جهانی رو دارم، فقط با المپیک میتونم. ما هم آرزو این هست که به قول یه روز
با مدال المپیک بیایم به استقبالتون در شهر رو به قولی افتخار و تکمیل شد. حالا من هنوزم امیدوار هستم که فدراسیون از تعلیق در بیاد و بتونم تو المپیک شرکت. خود ورزشکارا نمیتونن به قولی این درخواست رو داشته باشن یا مکاتباتی با به قولی مجموعه جهانی جدا داشته باشن برای این تعلیق؟ این موضوع دیگه از حیطه فدراسیون هم خارجه. ورزشکار که ورزشکار که دیگه به قولی فقط وظیفه‌ش اینه که بهونه‌شون هم فقط بازی کردن با اسرائیل یا شروط دیگه هم دارن؟ نه بهونه‌شون همینه. آیا آیتم کوتاهی رو ببینیم برمیگردیم می‌خورده بریم بیشتر راجع به شما صحبت کنیم. اونجا راجع به جدا صحبت کردیم. این آیتم رو با هم ببینیم برمیگردیم هستیم همچنان با شما. بله بله ها فوکوس ها فوکوس میگم فوکوس اسم برنامه‌شنه ها دیگه گفتن که شما بیا و اینطور مسائل با شما مصاحبه کنیم به عنوان یک پیرزن موفق و همچی مهربان و دیگه منم گفتم روشن زمین نزنم دیگه ها یک پسره گفت یک پسره الان اینجا هم نشسته خانم مهدوی فکر کنم از من خوشش آمده ها یک طور نگاه میکنه انگار خوشش آمده الان باز نمیدنم خوب که ها خوبه کچله ها ها خب از شما بفرمایید که دوره قرآن من امشب نمیام دیگه باشه صحبت کنیم باشون بگی نسخه ای کنیم من خودم خونه تمرین میکنم دیگه بعد اونجا اذیت نشین ها من قطع کنم که این فکر کنم میگذره ها بله خوشش از من آمد ها کار نداری شما خداحافظ خداحافظ سلام مادر جان سلام عزیز خوبی حال شما خوبه؟ از همراه های عواملید یا همراه مهمونید؟ عزیز، اینطور نگو دیگه به من خواه؟ مادر جان شما جاتون بالا سر ماست ولی یه توانمندی و استعدادی باید داشته باشید ما بتونیم از شما به قولی دعوت کنیم باهاتون صحبت داشته باشیم وگرنه که نمیشه حالا آدم های مختلفی هستن دوست دارن بیان تو بخ 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 چی شد؟ با قرآن قسم از اول ما شانس نداشتیمه؟ یعنی شما بگو با این ذره چانس داشته باشیم آقای فامیل شریف دون من فضایلی هستم میران جون با قرآن قسم ما شانس نداشته بشیم با قسم و بچه بیا باشه باشه یعنی دو سال قبلی که من به دنیا بیام پدرم فوت کرد چی؟ دو سال قبلی که دهنت ببندرم گیرم دو سال قبلی که به دنیا بیام پدرم فوت نمیشه از لحاظ چیز نمیشه نو ما دهنتو ببند دیگه دهنتو ببند دارم اینجا صحبت میکنم ها دیگه ما استعداد نداریم شما میگین و دل ما رو میشکنیم باشه باشه خب این درسته دل ما رو میشکنیم من با تون صحبت میکنم آگه مصاحبه میکنی پس بله بله با تون صحبت میکنم پس شما در نکنم مادر جان الان گریم تموم شد ها دیگه او قدم نباید دادم خودش اذیت کنه و چه میدانم گریه کنه و چه میدانم این دنیا ارزش نداره بقرآن قسم این دنیا رو باید بذاری بری روش بری روش منظور که لش کنی این دنیا رو میگه که دیگه فایده نداره این دنیا آره مهران مدیری هم اینو تو قندوانه گفت دیگه دهنتو ببند دیگه مهران مدیری کیه دهنتو ببند خواهش میکنم دهنتو ببند اون گفت دیگه حالا مادر جان شما دهنتو ببند دیگه دهنتو ببند دیگه مادر جان اونطور میگی انگار ما چند سال منه شمایم سندت زیاده مایم سند من زیاده شمایم کچل شدی مایم کچل نه میگم که ها یعنی دیگه دو روز دیگه دیدی شما اما خوشید آمد بعد آمدی جلو دیگه رود نمیشه اتفاقا الان پشت صحنه ام یک نفر خوش... از ما خوشش آمد کی؟ یک دنه چشمکی هم به ما زد عزیز کی بود اسمشو بگیم؟ شما فامیل شریفتون چی؟ من فضایلی هستم مهران جون عرضم به حضورت که یک آقای بود که حالا صداش میزدن مسعود دوتا مسعود داریم اینجا نه حالا این مسعود یک آقای همچی توپالا گردی بود شبی مروارید شبی مروارید بود یک آها از من خوشش آمده بود چشمک زد گفت که چشمک زد خوشش از من آمده بود ها گفتم نه جبروت شما آدم من میگیره من دلم اصلا. جای دیگه عزیز کجاست بعد؟ دلم جای فامیل شریفتون؟ من فضایلی هستم مهران جون عزیزم ها من گفتم دلم جای دیگه یعنی دلم پیش شماه شما از پیش من؟ از شما هم دلت پیش ما حالا جلی دوربین نمیگی فکر نکن ما حالی نمیشیم ها حالا کار ندارم شما من منظور کردنم شرایط اقتصادی هم سخت شده مردم زیر فشارن ولی شما از بابت هزینه های زندگی اصلا گسته نخور عزیز
ها شما که قصه بخوریم منم قصه بخورم. بخور القصه میرم جان. عزیز جان جیگر تو بخورم. نمیخوام. جیگر منیا. مادر جان تو پل منیا. مادر جان باش. اصلا شما اصلا بابت از اینا زندگی قصه نخون. بخوای علل حساب من یک مقداری پولم به شما بدم. حالا پول که الان چه پول جوراب ما گل خدمت شما باشه. این خدمت شما بگیر بابات. نه بگیر یعنی چی باید بگیر اینه تا تو اینه نگیری من اصلا ول میشم در اومده اینه سیمش اصلا چون بایی که از جورابم در آوردم تا یه طور بعدت میاد چقدر تو اصلا جای دیگه هم هست بذار الان خدمت شما اجازه بدیم. نه اجازه بدیم باز خواهی میکنم اجازه بدیم. پشت صحنه میرین درست میکنیم میگیرم از شما. کجا؟ پشت صحنه منظور برنامه تموم شد این دوربین موربین نبود؟ نه هنوز بری پشت صحبت... که عزیز بری پشتم نه خب نه نه نیست. ببین اصلا مادر جان اصلا شما بد برداشت کردی شما اوجود. نه نه دهنتو ببر سوء تفاهم شده برات حالی شدم از اول فهمیدم تو منو برای چی کار میخوای دهنتو ببن دیگه برات دهنتو ببن از اول من فهمیدم تو همه چیز ما درست بودن بخورم فرسم اینجا ها به بحانه ای که شما استعداد دارین و بابا این سحنه مگه صاحب نداره شما ایتوری اینو آوردی ما رو سحنه که ها تشم ایتوره من گفتم دهنتو ببن دیگه دهنتو ببن ما هرچی میگیم شما ببند بابا ما در فوکوس دغدغه ها رو میگیم جوونا رو دعوت میکنیم دغدغه های استان رو میگیم استان در کجایه؟ کجا؟ توی استان در کجایه؟ ها؟ استان در ما رفتیم رای دادیم خواهی درسته که ما به استان در رای میدیم بعد رای دادن دیگه نیست چه ها؟ به استان دار ما رای نمیدیم استان دار ما انتخاب نمیکنیم دهنت ببند دارم صحبت میکنم تو عصبانی دادم حالی نمیشه بابا. چیز میگه دیگه هر... این آقای ممرزا ساله این کجایه؟ آقای من مرزا سالی رو ما نمیبینیم که... دو ساله من دارم میرم دوستان داری خب میگن نیسته خب کجای معلومه... من مرزا سالی مادر جان معلومه که آقای سالی نیست دو سال رفتن برای چی نیسته خب از استان ما رفتن چند ساله الان آقای شجاعی استان داره ما آقای سالی چند ساله رفتن خب نه منظور من دهنت ببند دیگه ای بابا ما که هر چیزی میگه شریفتون چیه من فضایلی هستم من فضایلی مرا جون احترامت خب. واجب دهنت ببست یعنی دهنت ببست فقط خب چشم مادر جان شما فکر کنم سواد سیاسیتون یه خورده کم باشه حالا میخواین راجع به چی ما کمه یه خورده سواد سیاسی حالا این موضوع زیاد نه مثلا خب نه راجبه... تو دوباره بگو کو سواد سیاسی ما نه کمه نه مادر جان باش راجع به این موضوع دیگه صحبت میکنیم باش یارو احمدی نژاد از ما تقدیر میکرد از شما شما کجا بودین بله من بله من سنی نداشتم زمانی که من اون موقع سنی نداشتم یادم نمیاد بابا اصلا بریم راجع به چی صحبت کنیم با کرونا اصلا کرونا هم خدا وکیلی آره. خیلی ما را اذیت کرد بابا اصلا ما قرعه کشی داشتیم با فامیل خب ماهیانه 1 میلیون تومان قرعه کشی بود و اینطور آه جمع میشد بجود 1 میلیون تومن جمع میشد مگه هر ماه یک دور مثلا به یک 1 میلیون تومن میرسید و اینطور مسائل خیلی ها ولی خب دیگه الان اون شور سفر نداره دیگه نمیتونیم جلوی هم دیگه جمع شیم اینطور که فایده نداره و موقع هم دیگه خانوما میگرفتیم مارچ پارش بغل میکردیم در آقو الان دیگه فایده نداره مادر جان شما به نظرتون راه های مقابله با ویروس کرونا چیه؟ راه های مقابله هم که برای کرونا فامیل شریفتون؟ من فضایلی هستم میران جون برای کرونا اول تمیزی بعدم دها دها؟ دها دعا فقط دها آها دعا بله دعا خیلی تاثیر داره دها واقعا تاثیر گذاره رعایت پروتکل‌های بهداشتی واقعا واقعا ها من. پس چی شد؟ اول تمیزی بعدم دها دعا بله دها آفرین باریکلا جگر تو بخورم من میران جان باشه باشه مادر جان اگر میشه به من مهران جون نگین دیگه چی نگم؟ مهران جون به من نگین دیگه چی نه دوباره بگو چی نگم؟ گوشاتون هم انگار مادر جان از این به بعد به من مهران جون نگین چی عزیزی بارم عزیزی نه مادر جان بارانی عزیزی نه مادر جان خیلی دوست دارم خدا وکیلی ما هم جای شما رو مادر من 2 ساعت دارم دنبالت میگردم مادر شماست؟ بله من معذرت میخوام ببخشید پسرتونن؟ بچه دارین؟ پسرمه که فامیل شریفتون؟ من فضایلی هستم مهران جون پسرم هست ولی خب اینه که من نمیخواستم نخواستم بابا ول کن اصلا ول کن آقا مادرتون ببین شما این همه مدت ضبط ما تعویق افتاد آره ورشون دارین برین دیگه مادر جون بیا بریم مادر مهران بله زنگ میزنی
من یاد داشتون شما رمه؟ من گوشی فقط اوتو تلگرام نداره و خانه زنگ بزنی خانه زنگ اگه یه پسره برداشت فوت کن شما من خودم رمم باشه؟ باشه؟ شکل تمام ران عزیز من یا فامیل شریفتون؟ این پولتون اوی نه دیگه خدمت شما باشه این من برای تو هزینه میکنم عزیز باشه 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 خدمت شما باشه؟ بفرمایید بله ببرید اینو ببرید کلم ببرید اگه جواب ندادم بازم زنگ بزن خب؟ چشم چشم خدافظ خیلی ممنون از همراهیتون تا این لحظه با فوکوس هستیم با محمد محمدی عزیز و داریم صحبت میکنیم راجع به جودو و حواشی آقا از چه سنی بود که فهمیدین جودو دوست دارید و وارد شدین؟ من از 9 سالگی 9 سالگی چقدر خانوادتون جودوکار در خانوادتون بود؟ نه من تو خانوادم ورزشکار نداشتیم ولی به واسطه پسر داییم که چند روزی بود ثبت نام کرده بودن تو باشگاه جودو یه جوری با جودو آشنا شدم و الان فکر کنم پسر داییتون اندازه شما که ادامه نداد نه دیگه بعد از ایشون هم عضو تیم ملی بودن عضو تیم ملی جوانان ما یه مقطعی رو با هم بودیم نوجوانان و جوانان رو با هم بودیم و بعد از جوانان دیگه ایشون اومدن وارد زندگی در واقع متعلی شدن و یه جوری ورزش رو کنار گذاشتن شما چی ازدواج نکردین؟ من نامجردم چرا؟ دیگه با ورزشتون ازدواج کردین یا اینکه هنوز کیس مناسب پیدا نکردیم خب اصلا تایمی که ورزش قهرمانی کار میکنی نمیتونی روی چند تا مسئله تمرکز کنی حالا چه بحث ازدواج باشه چه بحث مثلا تحصیلات باشه شما نمیتونی چند تا چیزو با هم اداره کنی و من آدم تک بودی واقعا هستم و وقتی روی یه موضوع تمرکز میکنم دیگه مسائل کنار اصلا نمیتونم ببینم حالا الان فکر کنم این تعلیق جدا اصلا یک فرصتی شد که شما ازدواج کنید به نظر من خب ترجیح میدم که اون تایمی که میتونم ورزش کنم و در واقع ورزش قهرمانیم تموم میشه اون بعد از اون تایم خودم درگیر یه سری مسائل مثل ازدواج حالا یا هر چیزی که ماشاءالله که اجورای خیره آقا درآمد شما از کجاست؟ من قبل از این تعلیقات که خب از درآمدم کاملا جدو بوده و یه جورایی از مسابقات که اعزام می‌شدیم روی سکو مدال می‌گرفتیم یه جورایی به صورت دلاری یا یورو جایزه می‌گرفتیم و برمیگشتیم حالا تقدیریم که تو ایران می‌شد و حقوق تیم ملی که چقدر؟ حقوق تیم ملی که خیلی ناچیز بود یه جورایی خب فکر می‌کنم مکمل هامونم ساپورت نمی‌شد آره دیگه تو این وضع تمرین آره. ها و اینا بالاخره من چون تمام مکملام 5 ساله که از در واقع اروپا خریداری می‌کردم و چون مکمل فکر کنم اصل ما تو ایران چون تو ایران واقعا نمیتونیم اطمینان کنیم و مکملم از اروپا میمدن خب خیلی برای من گرون تمام میشد به علاوه لباس‌های تمرینیم که لباسایی که ما مسابقه میدیم توی ایران استانداردشون نمیتونه بزنه نمیتونیم نه دیگه لباس چه برحال... الیاف خاصی داره اینکه لباسایی که یه اپرو قرمز داره یه اپرو هست نشان لباسی که خب تو ایران نداریم همین یه سال آخر این اپرو رو خریدن از فدراسیون جهانی ولی لباس ایرانیمون خیلی کیفیتش پایین بود که اصلا واقعا نمیتونستیم باش تمرین کنیم حتی توی تمریناتمون حالا مسابقه که به کنار و خب من از لباس ژاپنی استفاده میکردم حالا دو تا برند خاصی بود که استفاده میکردم و خیلی گرون برام تمام میشد هر یه دونه لباسم 300 یورو بود که آره خب سالانه هم حداقل دو جفت لباس استفاده میکردم حالا یه سفید با این قیمت بله. ها دیگه و حالا مکمل هم که به کنار هزینه خورد و خورها کم تغذیه هم به کنار یه جورایی من هر چی در می آوردم در واقع از جدو فکر میکنم خرج همون تایم قهرمانی حالا این مسائل به قولی کشوری که وجود داره برای همه قهرمانا تو استان ما نگاه به ورزش مخصوصا جدو به چه صورته حالا ورزش قهرمانی خب مدیر کل قبلی ما که حالا اسم نمیارم که اصلا توجهی به ورزش نداشتن واقعا خودشون ورزشی بودن ولی یه جورایی هیچ نگاهی به ورزش نداشتن حتی من از مسابقات آسیایی هم که برگشتم یادم ایشون نیومدن بر مراسم استقبالم بالکل نیومدن بله که
حالا نمیدونم دلیل خاصشون یا انگیزشون از این کار چی بوده، چیزی مهمتر از ورزش بوده حتما دیگه. حالا مدیر کل ورزش شما چه کاری مهمتر از ورزش شده؟ ولی من تشکر میکنم از آقای بهادری همینجا واقعا، که دو سالی هست که نبگم تمام دغدغه‌امو ولی یه گوشه یک کارو گرفته و خیلی جا ازشون کمک خواستم و کمکم کردن. بقیه مسئولین چطور؟ بقیه مسئولین استاندار محترمم وقتی که اومدن خواستن کمک کنم و بهم پاداش مسابقات بازیاسی من که استاندار قبلیمون بهم در واقع برای پاداش مسابقات بازی‌های آسیم قول مسکن داده بودن، ایشون گفتن ما عملی می‌کنیم، مسابقه کردن، همه خبرگزاری هم زدن که زمین رایگان به دو تا ورزشکارمون واگذار میشه، ولی خب زمین هم بهم ندادن. حالا دیگه فکر کنم شما و الیاس علی اکبری اگر شما نکنه باشگاه اصفهان بودین، زمین هم ندادن؟ نه کنسل شد زمینمون. کنسل شد یعنی که گفتن حالا بعدم میدین؟ نه نه کلن زمین رو در واقع جوره کنسل کردن. اول قول مسکن دادن بعد گفتن زمین دادین؟ استاندار قبلی قول مسکن رو بهمون داده بود که خب ایشون رفتن، یعنی همون تایمی که ما اومدیم بریم مسابقات بازی ها ایشون 10 روز قبلش از در واقع از این سمت به کنار حالا یا هر چیزی بود که کنار رفتن و یه استاندار دیگه برام اومد که چند یک ماهی سرپرست بودن، ایشون هم گفتن که توی تایم من نبوده، من هیچ قولی ندادم و برید از استاندار قبلیتون این درخواست کنید. عجب. بعدش هم که آی دکتر شجاعی اومدن خیلی هم استقبال کردن، چند باری هم خواستن، هم حتی جلسه هم باشون گذاشتیم، ولی خب هیچ خروجی نداشته، عملی انجام نشد. آره هیچ، فقط صحبت. من مصاحبه هم از شما دیدم که به قولی میگفتین که این قول‌ها و وعده و عیدهای مسئولین خیلی بدتر از اینه که به قولی چی نگن. آره خب میان وقتی که از مسابقات برمیگردیم ورزشکارا رو، حالا نه تنها من، همه ورزشکارا رو فکر میکنم استان یا حالا هر کش در واقع کشورمون میان، امیدوار میکنن تو اونجا، یه سری حرفا میزنن، یه قولای میدن و بعدش که عمل نمیکنن خیلی بدتر از اینه که اونجا هیچ قولی ندن. اونجا وقتی ورزشکار میاد امیدوار میشه که، و همه کسایی که اومدن مراسم فکر میکنن اون جایزه هایی که قول میدن رو دریافت میکنن، ولی اگه آره دیگه من خودم به شخصه هر موقع تلویزیون نگاه میکنم، حالا زمانی که کرونا نبود و این بازی انجام میشد و میدیدم که به قولی میگفتن آقا فلان ورزشکار مثلا 100 تا سکه، فلانی مثلا 80 تا سکه، فلانی خونه ماشین، مثلا با این ورزشکارا دیگه چه دغدغه‌ای دارن بخون. من توی رشته المپیکی دارم تمرین میکنم، سهمیه المپیکو دارم و تنها سهمیه جدو ایران هستم در حال حاضر، تنها سهمیه خراسان شمالی هستم و نفر سوم بازی آسیایی بودم، نفر سوم مسابقات جهانی و رنکینگ 5 دنیا بودم. من هیچ جایزه همینجا اعلام کنم از مسئولین استان دریافت نکردم. هیچ جایزه ای تا حالا؟ نه من فقط یه مصوبه شورا از شورای شهر که حالا مبلغش رو فکر نمیکنم اصلا بگیم. چقدر بود؟ فکر میکنم یه پروانه 32 تومانی بود. یه پروانه ساخت. بله که یکی از دوستانمون که توی شورای شهر هستن پیگیری کردن. در واقع حالا چند تا از دوستانمون که توی شورای شهر دلیریان بکنم الان ورزشی شورای شهر. بله دلیریان پیگیری موضوع بودن و مصوبه شورای این بود که به ورزشکارایی که مدال میگیرن پروانه رایگان داده بشه، که این عملی شد. ولی فکر میکنم از مثلا شاید 20 تا قولی بوده که داده شده. یکی از پیشنهادهای آقای دلیریان این بود که یکی از معابر شهر رو به اسم شما بذاریم. آره اوایل قرار بود که یا یه میدان یا خیابون به نام من بشه، که خب 2 سالی از آخر مدال من گذشته و هنوز هیچ خبری نبود. بعد اعلام شد که کوچه‌تون رو به نامتون میکنیم و اینو مصوبهشو انجام شده و 2 هفته پیش هم بود که به اجراییات داده بودم، ولی هنوز کوچه‌مون همون خیلی قشنگه. من الان که دارم فکر میکنم همین که ما از محله های وجود رد بشیم و قهرمان هامون رو بر سر کوچه ها ببینیم، یا پلاک هایی که قرار بود برای مفاخر برژنورد در سر خونه ها بزنن. آره. این خیلی حرکت قشنگی میتونه باشه. توی اصفهان، خب وارد اصفهان که میشه همون بلوار اول و به نام الیاس علی اکبری زدن، که خب فکر میکنم خیلی کار قشنگیه. در واقع اون شهر رو نماد یه ورزشکار اگه توی اصفهان باشه خب الیاس علی اکبریه و اون شهر رو به نام ورزشکار الیاس علی اکبری میشناسن و فکر میکنم همه مردم توی اجتماع هم ورزشکارا رو قبول دارن، چه بسا که حالا رشته های ما رشته پهلوانی هم هست.
ولی خب حالا قرار بوده اینو توی شورا هم تصویب شده، ولی قراره که فکر می‌کنم تو برجنور به نام ورزشکارایی که حالا نمیدونم در چه مقطعی دارن ورزش میکنن قرار کوچه هاشون به نامشون زده بشه. حالا برای من دادن اجراییت، ولی ان شاء الله که سریعتر اجرایی نشده اتفاق بیفته و جزو قولای باشه که اجرا بشه دیگه. فکر میکنم این اجرا بشه ان شاء الله که اجرا بشه. آقا یه فاصله کوتاهی بگیریم، یه آیتم کافه جت ما تولید میکنیم در برنامه برای معرفی کسب و کارهای جوونا. بریم آیتم کوتاه با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم قسمت پایانی گفتگو رو با هم دیگه خواهیم داشت. بریم ببینیم، هستیم با شما. عارف فرزادی هستم، متولد 1377، دانشجوی سال آخر کارشناسی صنایع دستی گرایش چوب از دانشگاه بجنورد. من از دبیرستان علاقم به چوب رو کشف کردم، ولی از اونجایی که اون موقع محیطی نبود که بتونم به صورت آکادمیک تحصیل کنم، دبیرستان به صورت نظری گذروندم، ولی کنکور هنر هم دادم و در دانشگاه رشته صنایع دستی قبول شدم و از همون ترم اول هم شروع به کار کردم و بخشی از خونه رو به کارگاه اختصاص دادم و 3 ساله که الان مشغولم از فنی حرفه‌ای و سازمان میراث فرهنگی هم مدرک معلق چوب دارم. از اول با حمایت خانواده ابزارها رو به صورت کم کم و تک تک تهیه کردم و بعد به مرور زمان که کارم پیشرفت کرد ابزارهای بیشتری رو هم تهیه کردم تا بتونم کسب و کارم رو توسعه بدم و علاوه بر دانشگاه در آموزشگاه‌های بیرون و زیر نظر اساتید ماهر یک سری مهارت‌های تکمیلی رو هم گذروندم. در کنار این کارا کارهای مینیاتوری میسازم، یک کارگاه سفالگری مینیاتوری ساختم، میز، صندلی، حالا هر سفارشی که باشه یا هر کاری که شما بخواین، قاشق و اینجور کارا رو هم تازه شروع کردم که طراحی و ایدش هم مال خودم هست. از لحاظ درآمد ثابتی این کار نداره، ولی خب بسته به حجم سفارش ها و خواسته‌ای که هست درآمد هم به همون نسبت کم و زیاد میشه. من امیدوارم که توی این جامعه به ما دخترایی که داریم اینجور کسب و کارا رو انجام میدیم بیشتر بها داده بشه، چون این کسب و کارها هنوز به عنوان کسب و کار یک خانم شناخته نشدن و از همون بابت هم حمایت های کم کمه، حالا چه حمایت عاطفی و چه حمایت های مالی، و اینا خودش در کنار این حمایت ها و تشویق هایی که مردم و دولت میکنن خودش میتونه یک انگیزه و انرژی باشه برای یک جوان که تو راهی که علاقه داره پا بذاره و به نتیجه برسونه. من همیشه به حالا نوجوانا یا خانم های جوان یا دختر خانم هایی که باهاشون صحبت میکنم میگم که از سن کم سعی کنین که علاقتون رو پیدا کنین تا نه عمرتون هدر بره نه اون ذوق و انرژی که تو سن جوانی دارین رو از دست بدین. من خودم تو سن احساس میکنم درستی تشخیص دادم و زود شروع کردم و الان واقعا از کارم لذت میبرم، از تک تک سفارش ها و از تک تک کارهایی که میسازم لذت میبرم و عشق میکنم باهاشون. سعی کنین که تو هر کاری که دوست دارین قدم بذارین، درست سخت، درست ممکنه شکست بخورین، ولی توکل کنین، اراده داشته باشین، جسارت داشته باشین و مطمئن باشین که تو اون کار موفق میشین. صفر تا صد اکثر کارهایی رو که میسازم و خودم انجام میدم در همین کارگاهی که تو خونه دارم، ولی خب بعضی از کارها رو مجبورم که نیاز به تجهیزات بزرگتر دارم بیرون انجام بدم، مثل برش چوب. اکثر کارهایی هم که میسازم بیشتر زیورالات چوبیه که معرق محسوب میشه، حالا جاشمی های شعر دارم، تابلو خط و دیگه در کنارش کارهای منبت انجام میدم، مجسمه و تازگی هم کارهای خراطی رو شروع کردم که ظرف و کارهای کوچیک انجام میدم.
اولش که با یک کمانره شروع کردم و تیغ و یک هزینه در حدود 100 تومن و یه مقدار چوب که به صورت ورقه از بازار تهیه کردم و با پلاک گردن بند و اینا شروع کردم و بعد که پیشرفت کرد دیگه دستگاه های برقی و اینها رو به کارم اضافه کردم. بازار من و به هر حال فضای کاری من بیشتر از طریق مجازی و از طریق پیج اینستاگرامه و به این صورت که شما محصولی که میخواین رو به من میگین و بعد طراحی میشه، بعد از اینکه به تایید شما رسید ساخته میشه و به دست شما میرسه. من تصمیمم برای آینده اینه که یک کارگاه بزرگتر و پر از تجهیزات بیشتری داشته باشم، بتونم دختر خانومایی مثل خودم که واقعا به این رشته علاقه دارن رو بتونم آموزش بدم و در کنار هم کار کنیم. دوست دارم که توی حالا همین زمینه رشته خودم پیشرفت کنم، توی جشنواره‌های بیشتری شرکت کنم، بتونم شناخته تر بشم بین مردم و حتی بتونم که این تا حدودی الان این شغل به عنوان شغل یک خانم جا افتاده، ولی میخوام از این بیشتر توی شهر خودم و استان خودم این موضوع رو جا بندازم و دختر خانم های زیادی رو که علاقه دارن رو حمایتشون کنم. خیلی ممنون از اینکه همچنان فوکوس رو برای دیدن انتخاب کردین. امشب هستیم همراه شما با آقای محمد محمدی بریمانلو و داریم صحبت میکنیم راجع به جودو و حواشیش. آقا تا حالا شده پشیمون بشید از اینکه وارد این رشته شدید؟ خب یه سوال پرسیدین که من فکر میکنم بیشتر از خانواده‌ام با جودو بزرگ شدم و یه جوری من عاشق این رشته هستم. آره من عاشق این رشته هستم و من اگه 10 بار دیگه هم برگردم با دوران در واقع نوجوانی نونهالیم دوباره همین رشته رو انتخاب میکنم، چون فکر نمیکنم قشنگتر از این رشته رشته در واقع توی دنیا وجود داشته باشد. خاطر انگیزترین پیروزتون چی بوده؟ مسابقات جهانیم. خب مسابقات جهانی خیلی دیگه حس خوب و... آره من قرعه خیلی سختی داشتم، 7 مسابقه دادم در یه روز. در یه روز؟ بله. قهرمان دو دوره المپیکو بردم که توی 10 ثانیه و فکر میکردیم ببرینش؟ خب جدا غیر قابل پیشبینی هست، یه جورایی نمیشه گفت پیشبینی کنیم که کی میتونه کدوم مسابقه رو برنده باشه. یه سری جا میاید به یه حریف خیلی آسون میبازی و یه سری جا میاید قهرمان المپیکو میبری. آره چون جدا ورزش لحظه هاست و جایی برای جبران نیست که شما بتونی پیش بینی کنی که اگه یه فن بخورم دوباره بلند شم، ولی قطعا به هدف برد رفته بودم و هیچ وقت تو هیچ مسابقه من حالا بنا به غرور یا هیچ چیزی نباشه، من هیچ از هیچ کدوم از حریفام هیچ وقت استرس نداشتم و همیشه برای برد واقعا روی دوشک رفتم. اردوهای تیم ملی اونجوریه که مثلا ما همش فکر می‌کنیم تو اردو همه یک سره دارید ورزش آنالیز می‌کنید و یک سره دارید مسابقات رو بررسی میکنین، یا اینکه نه کنارش اون رفاقت و شوخی هم هست؟ خب همه اینا با همه، یه مجموعه از صبح که بیدار میشیم همه با هم بیدار میشیم، یه صبحونه میخوریم. بعد آقا این صبحونتون چیه؟ یعنی من با ورزشکارای به قولی وزن برداری آقای رضاده بار مسابقه کردم و من 40 تا تخم مرغ میخورم، حالا صبحونه خاصی دارین نه شما تو اردوها؟ ما که مثلا رشته های مثلا بدنسازی یا رشته های وزن برداری که خب دنبال مثلا قدرت بدنی خیلی بالا یا حجم و اینا هستن میشه تکنیک مال شما. آره ولی خب من چون همیشه وزنم کنترل میکنم چرا تخم مرغ میخورم، ولی مثلا سفیده 3 نهایت صبونه. آره اینجوری حجم و اینا نیست. آره و بعدش هم که خب همیشه ساعت 10 سر تمرین حاضریم تا 12:30 برمیگردیم در واقع همه با هم میریم نهار میخوریم، یه جوره یه خانواده هستیم. خانواده این کنار هم فکر میکنم خانواده اول ما میشه تیم ملی، چون خیلی بیشتر از خانواده با هم در ارتباطیم. امیدوارم این شرط کرونا کمتر کم کم بره و به قولی آره واقعا من خودم به شخص دلتنگ روزهای اردو شدم، خیلی روزهای سختی است.
تمام شب رو باید با بدن درد بخوابی، ولی باز هم خب آخر شب میگی خسته کنار هم میگی میخندید دوره هم هستیم، اون رفاقت حتی اگه سختم باشه میارزه به اینکه از خانواده از همه چی دور باشه و در کنار دوستات تمرین کنی ورزش کنی. نکته ناراحت کننده بیوگرافی شما شاید زمانی بود که فکر کنم به خاطر هیجان یکی از مسابقات شما متاسفانه پدرتون رو از دست دادید. درست. چه سالی بود؟ فروردین 97 بود که چه مسابقه ای؟ مسابقات گرنپریکس ترکیه بود آنتالیا. بودین اون مسابقه رو؟ آره من قبل از اون اعزام شدیم به گرجستان که من برای برونز ربات پام پاره شد، MCL پام پاره شد و خب درخواست کردم که من یه تیم الف و ب رفته بودم گرجستان که تیم ب برگشت ایران و من اونجا یادم از سرمربی خواستم منم همراه تیم برگردم ایران، ولی گفتن که نه خب با تیم خود در واقع تیم یک میریم مسابقه، حالا اگه تونستی مسابقه بدی که مسابقه تو ادامه میده، اگه نتونستیم مهم نیست. یادم که من اون روز 5 مسابقه دادم و با همون پای پاره فنم نمیزدم، حالا یا با اختار یا بدر کردن آروم آروم اومدم جلو. آره یه دونه رو باختم که برنز گرفتم و خب یادمه که مسابقه هم تمام شد دیدم مربیان دوستانمون هیچ کدوم خوشحال نیستن و یه جوری میگن زودتر بریم. بعد من سوال کردم که اتفاقی افتاده که گفتم پدرتون سکته کردن و بیمارستانن ولی حالشون خوبه. خب من برگشتم که گفتن شما براتون بلیط گرفتین برگرد ایران. من برگشتم توی هتل داشتم وسایلم جمع میکردم گوشیمو روشن کردم که اولین پیامی که برام اومد پیام تسلیت بود و دیگه نمیدونم چجوری رسیدم که وقتی رسیدم من در واقع پای سر مزار پدرم رسیدم که برای آخرین بار یه جوری ودا کردم و تمام شد همه چی. تو این از سال 87 اگر اشتباه نکنم وارد گفتم تیم ملی شدین، تو این دوران جایی بوده که بگین من دیگه نیستم، من دیگه خسته شدم، به قولی پا پس بکشید حالا چه ملی؟ آره کلا از ورزش حرفه‌ای، حالا چه میخواد اون خستگی از مسابقات باشه یا از فشارهای روانی باشه، یه جایی که بگید من دیگه نمیتونم، دیگه ادامه نمیدم. نه فقط تنها موضوعی که خیلی ناراحتم کرد و واقعا تصمیم گرفتم که برای همیشه ورزش رو بذارم کنار همین مسابقات جهانی توکیو بود، در غیر این صورت هیچ وقت. تو فضای استان ما جوانهایی که بخوان این رشته رو شروع کنن شرطش مهیاست؟ جودو رو بله توی ما فکر میکنم یکی از بهترین اساتید ایران رو داریم که معرفیشو میکنید؟ بله آقای رضا مهنانی که من فقط در واقع اولین رشته که شروع کردم و استارت ورزشیم بوده توی رشته جودو بوده و خب تا قبل از اینکه حالا وارد تیم ملی بشم که زیر نظر ایشون بودم، حالا چه تایمی تیم ملی بودم و می اومدم بجنور باسن زیر نظر ایشون تمریناتم پیگیری می‌شده و خب فکر می‌کنم هم تجربه کاری و هم رزومه کافی برای این رشته رو داشته باشم. فکر می‌کنم اگه 50 تا قهرمان توی این استان داشته باشیم بیشترین سهم قهرمانا رو ایشون بردن از تمام رشته‌ها و یه جورایی جودو رو توی بجنورد ایشون زنده کردم. چقدر عالی. وقتی که ایشون به بجنورد در واقع اومدن بجنورد جودوی فکر نمی‌کنم وجود داشت و ایشون جودو رو یه جورایی زنده کرد، سالن خوب برامون امکانات خوب مهیا کرد و فکر می‌کنم کسی که بخواد حالا جودو رو شروع کنه توی استان خراسان شمالی شرایط به اندازه‌ای هست که بتونه یه جورایی خودشو بکشه بالا و این ورزش رو شروع کنه. محمدی بریمانلو برای آینده خودش تصوری داره؟ خب 10 دیگه کجاست؟ در کنار خانواده. از لحاظ حرفه‌ای چی؟ خب من فکر نمی‌کنم هیچ وقت وارد هیته مربیگری بشم چون میدونم خیلی کار سختیه، خودمون میدونم که خودم چقدر مربیمو اذیت کردم. نه تنها من، همه ورزشکارا. بنده خدا مطمئنن دعا کرده که آقا یه روز مربی بشه یکی مثل خودش گیرش بیفته. همه ورزشکارا واقعا مربیاشون خیلی اذیت میکنن. حالا چه اردوها چه توی شهرستانات، من حالا اردو رو میگم که از نبود امکانات که سر مربی قر میزنن، از شرایط چه میدونم اعزام ها قر میزنن، اعزام نمیشه تیم سر مربی قر میزنن، هر دو طرف هم قره هستا، یعنی هم مسئولین به مربی قر میزنن. آره جوابو از مربی ورزشکار
میره میبازه، مربی باید پاسخگو باشه، جواب باید ورزشکار نمیخوام. فکر میکنم کار خیلی سختیه ورزش مربیگری تو ایران. مسئولیت سنگینیه. آره مسئولیت خیلی سنگینیه، چون در واقع باید تمام مربی مثلا تیم ملی جودو باید کار روانشناس تیم انجام بده. حالا اگه روانشناس چه داشته باشیم چه نداشته باشیم، کار پزشک رو انجام میده، کار مربی بدنساز رو انجام میده، همه اینا همه فن حریفه مربیاشون رو دارن، ولی باز هم باید سرمربی جدا همه اینا رو اداره کنه که یه جا مثلا کوتاهی نشه، یه جورایی باید آچار فرانسه تیم ملی باشه. آره و فکر میکنم کار خیلی سختیه و ترجیح میدم هیچ وقت وارد مربیگری نشم. حالا بعضی وقت هم که به ناچار یه سری چیزها رو یه مسئولیتی رو بهت واگذار میکنن. خب اگر مسئولیت مدیریتی باشه چطور؟ مثلا از فردا بگن آقای محمدی بریمانلو به قولی رئیس فدراسیون جودو ایرانه. خب اولین تصمیمی که میگیرین چیه؟ رشته تحصیلیم الان دارم فوق لیسانس میخونم، مدیریت ورزشه. خوبه دیگه، شرطش هم که داریم. و قطعا اگه قرار باشه بین این دوتا انتخابی باشه مدیریت رو بیشتر میپسند. تصور کنید این مسئولیت به شما دادن، چی کار میکنید؟ چه تصمیماتی میگیرین که شرایط بهتر بشه؟ خب من خودم ورزشکاری بودم که در واقع خاک ورزش خوردم، سختی ورزش رو کشیدم، شرایط سختی که میتونه ورزشکار رو توی اردوها اذیت کنه رو لمس کردم و سعی میکنم خب تمام توان و تلاشم بکنم که حداقل کار ناچیزی که میتونم برای ورزشکار امکانات ورزشی، حالا بحث اعزامات، بحث دغدغه‌های اولیه ورزشکار رو یه جوری مهیا کنم که شرایط برای ورزش کردن و مدال گرفتن براشون آسون بشه. و ما سوال‌هایی که از شما پرسیدیم بوده که چیزی بخواین بگین و ما نپرسیده باشیم؟ فکر می‌کنم همه سوال‌هایی که قرار بود توی ذهنم بگم پرسیدیم و فکر نمی‌کنم سوالی باقی مونده. و سخن پایانیتون با مسئولینی که شاید این برنامه رو ببینن و اگر به عنوان نماینده قشر بچهای جدای استان و کشور صحبتی دارید چند دقیقه ما خدمتتون هستیم. من فقط خواهشی که از مسئولین دارم اینه که ورزشکارا رو یه جورایی دریابند. خیلی از بچه‌ها میان ازم سوال می‌کنن که شما مدال گرفتی مثلا چه کاری برات انجام شد. من خودم وقتی خیلی کوچیک بودم در واقع سنم کمتر بود وارد این رشته شدم، فهم میکردم اگه یه روز قهرمان مثلا جهان حالا یا هر مدالی بگیرم خیلی بهم اهمیت داده میشه، خیلی شرایط زندگی بله خیلی فرق میکنه و میتونم مثلا یه جایگاه خیلی ویژه‌ای کسب کنم. من جایگاهم و من از مردمم، مردم استانم در واقع تشکر میکنم که تو دلشون جا دارم، ولی یه جایگاه اجتماعی هم هست که من فهم میکردم که اگه یه روز قهرمان جهان بشم خیلی شرایط زندگی برام فرق میکنه، ولی من حتی مدال جهانیم هم که گرفتن دیدم هیچ فرقی نکرد و مسئولین هیچ نگاه ویژه‌ای در واقع به این موضوع نداشتن و این موضوع باعث میشه که خیلی از بچه‌هایی که وارد این رشته دارن میشن حالا هر رشته ای انگیزشون رو از دست بدن یه جورایی. و اگه الان از من سوال کنن که یه خانواده بیاد بگه بچه‌مون رو می‌خوایم بفرستیم سمت تحصیل یا ورزش، یعنی که آقا بیان این سمت دیگه، آره من نه توصیه نمی کنم واقعا سمت ورزش نیاید، چون جز آسیب، جز اینکه سلامتی تو از دست میدی تو این راه، هم فکر میکنم ورزشکار سالمن، ولی بیشترین آسیبو توی ورزش، توی در واقع از ورزش قهرمانی، بله ورزش قهرمانی حتی از یه آدم معتاد بیشتر آسیب میبینه. شاید یه آدم معتاد فقط ریاش، نه فقط شاید ریاشو از دست بده، ولی یه ورزشکار هیچ جای سالم نداره. من ربات ندارم، دیسک کمر دارم، کتفم، این دوتا کتفم آسیب دیده است، من راه میرم کتفم صدا میده و هیچ جای سالم واقعا ندارم. حالا نه تنها من، همه ورزشکار حرفه این آسیبا رو گذروندن و خب در پایان هم شدم یه آدم عادی. و بعد اینکه ورزش قهرمانی و قهرمانی چیزی هست که توی جامعه ما اینجوری رقم خورده، نه تنها من، قبل از من همین اتفاقات افتاده. ورزشکار بعد از اینکه ورزش قهرمانی رو میذاره کنار، یه جوری مثالی هست میگن پهلوان زنده خوش است، ورزشو که میذاره کنار دیگه رهاش میکنن. خاطره ها میپیونده برای من. بله من قبل از من همین بوده، حالا من که هنوز دارم ورزش میکنم و هنوز بهم امیدوار هستن که دوباره بتونم مدال بگیرم و یه جوری کامل رها نشدم، ولی خب من دوستانی داشتم که قهرمانی رو که گذاشتن کنار دیگه کاملا رها شدن، حتی دقیق از یه کار، دقیق از اینکه شغلی بهشون بدن. و خب دغدغه اصلی ورزشکارا همینه
که حداقل چیزی که شما 30 سال ورزش میکنی، ورزش رو میذاری کنار، یه شغلی، یه درآمدی، یه آینده‌ای داشته باشی. ولی میای کنار میبینی شدی یه آدمی که 30 سال از عمرتو گذاشتی توی ورزش و نقطه صفری و باید دوباره شروع کنی یه کاریو، و خب خیلی سخته، خیلی اذیت کننده است. من فقط خواهشم از مسئولین اینه که ورزشکارا رو واقعا دریابید، به دغدغه‌های اولیه‌شون برسین، چرا که آمار ورزشکارا شاید توی ایران خیلی داره کمتر میشه و خانواده ها و بچه هاشون واقعا سمت ورزش نمیفرستن. سالن ها رو ببینید خیلی خالی شده. من قبلا یادم توی 3 سانس ما میرفتیم ورزش میکردیم، الان توی 1 سانس هم انقدر سالن خالیه، چون خانواده ها میبینن که بله چه شرایطی برای بزرگا پیش اومده، خب بچه هاشون واقعا نمیفرستن سمت ورزش. من فقط خواهشم اینه که مسئولین ورزشکارا رو دریابیم و به حال خودشون رها نکنید. آقا ما خیلی لذت بردیم از اینکه با شما صحبت کردیم، جوان خوشتیپ، ورزشکار و کار درست. و حالا من که بعداً یه کلاس به شما بیام می‌خورده با هم دیگه ورزش کوچیک، حالا در حد شما که نه اصلا نمیتونم، ولی کوچیک حالا یه کاری با هم کنیم. آره یه خورده وزنمون بیاد پایین. آقا اگه خدافظی هست بفرمایید. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون، خوشحالم که چنین برنامه‌ای هست که می‌تونیم بیایم حداقل یه جورایی خودمون رو خالی کنیم و حرفامون رو بزنیم. تشکر میکنم، برنامه خوبتون، سپاسگزارم. ما آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه ورزشکارای هم‌استانی. خیلی ممنون از اینکه امشب هم فوکوس رو برای دیدن انتخاب کردید و همراه ما بودید. همین الان برنامه فوکوس رو میتونید از طریق آپارات و یوتیوب دنبال کنید و تقریبا فکر کنم چند ساعت دیگه هم برنامه رو پیج اینستاگرام برنامه آپلود خواهد شد. شبتون بخیر و خدا نگهدار. خیلی ممنونم. متشکرم. خسته نباشید. زنده باشید. متشکرم. سلام به صلح و عشق، سلام به زندگی، سلام به کشورم، به اوج باورم، سلام به صبح و نور، به رویش بهار، هر نهالی امروز گرچه که جوونه، فردا رو سرمون مثل سایه بونه، در سنگر تولید ما همه سربازیم، دست توی دست هم فردا رو میسازیم، زندگی مال ماست، یه طلوع زیباست، خوب و رنگ و رنگه، زندگی قشنگه، دنیای ما امروز از شادی لبریزه، بارون امیده.